دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا از نابودی 900 هزار شغل در افغانستان هشدار داده است. این نهاد در گزارش گفته که در حال حاضر حدود 25 میلیون تن در افغانستان فقیر هستند. اوچا همچنان گفته که با وجود کمک های بی پیشینه بشردوستانه در افغانستان، این کشور به کمک های بیشتر جهانی نیاز دارند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می دهد. هشدار از نابودی 900 هزار شغل در افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز گذشته هشدار داده که ممکن 900 هزار شغل در افغانستان از بین برود. در گزارش این نهاد آمده که در حال حاضر حدود 25 میلیون تن در افغانستان در فقر بسر می برند. تاریخ بارها و بارها به ما نشان داده که پرچم‌های سرخ امروز را به خاطر فردا نادیده می‌گیریم و در افغانستان امروز پرچم‌های سرخ هم چند تایی و هم متنوع هستند. از پیش‌بینی‌های آب و هوایی ویرانگر تا اقتصادی که در تعادل است و محدودیت‌های فزاینده برای زنان و دختران که آنها را از جامعه محروم می‌کند. اما اکنون به طور فزاینده محکوم به زندگی مملو از فقر، امید و آرزو هستند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. بر بنیاد این گزارش در یک سال پسین سازمان ملل متحد و شریکان غیر دولتی این سازمان تا پایان ماه جون میلادی کمک‌های بشردوستانه را به نزدیک به 23 میلیون نیازمند تحویل داده و برای دسترسی به نیازمندان در همه بخش‌های افغانستان تلاش کردند. در همین حال تمویل صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان و صندوق ذخیره اضطراری مرکزی در جلوگیری از فروپاشی بخش‌های بهداشت و آموزش با حصول اطمینان از ادامه پرداخت دستمزد کارگران ضروری حیاتی بوده است. امروز واقعیت غم‌انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار بیشتر از ظرفیت پاسخگویی فعالان بشردوستانه برای برآورده کردن آنها است و انتقال جمعیت از حالت بقا به شکوفایی ممکن نخواهد بود مگر اینکه یک اقتصاد و بانکداری کارآمد داشته باشد. برای کوتاه‌مدت کمک‌های بشری میتونه مشکلات مردم افغانستان حل بکنه، اما چند وقت بعد دوباره مشکل تشدید میشه. خوب است که به جایی که ما بالای کمک‌های بشری فکر بکنیم و خصوصا در افغانستان کوشش بکنه که سرمنوی داخلی بیشتر کار بکنه. بر بنیاد گزارش اوچا در یک سال پسین حدود 7.7 میلیون تن از خدمات بهداشتی پایدار بهره‌مند شدند. از جمله 3 میلیون زن و دختر از پشتیبانی های اولیه باربری و سلامت مادر برخوردار شدند که به کاهش مرگ و میر اضافی مادران، نوزادان و کودکان کمک می کند.